سلام دوستای گلم، به کانال من خوش اومدین. امروز با همدیگه میخواییم طرز تهیه ترشی خیلی خوشمزه رو یاد بگیریم که ترشی قدیمی هستش از شهر تبریز و بودن اون سر سفره در زمستون نشونگر توانگر بودن مرد خونه و کدبانو بودن خانم خونه بوده. ولی این ترشی انگور شانی هستش که انگور شانی به علت درشت‌تر بودن و زخیم بودن پوستش واسه خوردن همین شکلی به صرفه نیست، خیلی گرون‌تره، ولی برای درست کردن ترشی و وای نوشیدنی ها به کار میره. و آب حاصل از آبگیری دونه های اون به بنفش خیلی خوش رنگ متمایله. شستن انگور های شانی، اول اونها رو داخل یه ظرفی که آب پر کردین قرار بدین و در این مرحله بعضی موی ظرفشویی استفاده میکنم، ولی من توصیه نمیکنم. با آب ساده اون رو خوب بشورید. میتونید به قطعات کوچیک با قیچی تقسیمش بکنید. میتونید هم موقعی که ترشیتون حاضر شد این کار رو بکنید و خوشه های کامل استفاده کنید. انگورهاتون رو داخل آبکش بریزین که آبش بره. ظرف مخصوصی که میخواین توش ترشی درست کنید، حالا شیشه یا دبتون رو از قبل بشورین و خوش کنید تا آماده بشه. من اینجا چون نمیدونم انگوری که داخلش جا میشه چقدر میشه، اول ظرفم رو روی ترازو گذاشتم و صفرش کردم و بعد انگورها رو داخلش ریختم تا ببینم چقدر حجم انگور داخلش جای میگیره. حالا خوشه های انگور رو که من با قیچی مقدار کوچکش کردم داخلش قرار میدیم. همونطور که گفتم میتونید این کار رو انجام ندین اگه فکر میکنید که ممکنه خود به خود دانه بشه و حبه بشه، چون که معمولا برای این ترشی نباید انگورها دانه دانه بشه، چون له میشه و از اون شکل در میاد. باید با خوشه استفاده بشه. منتها میتونید برای این که بهتر جا بگیره یک مقدار خوشه ها رو با قیچی کوچیکترش بکنید. در تهیه این ترشی بهتر از یک شیرین کننده استفاده بکنید تا طعم خیلی بهتری به ترشیتون بده و یک ترشی ملس داشته باشید. مقدار شیرین کردنش به خودتون بستگی داره. مثلا بعضیا به ازای هر 1 کیلو انگور 1 کیلو هم شکر اضافه میکنن، ولی من حدود نیمیش رو شکر یا حالا شیرین کننده در نظر میگیرم. این که میگم شیرین کننده به این خاطر که فرقی نمیکنه که حالا شما شکر، نبات یا از قند استفاده بکنید، حتی میتونید از عسل استفاده بکنید و یا شیره انگور، و یا تصمیم بگیرید که از هیچ شیرین کننده استفاده نکنید. این کاملا یه امر سلیقه‌ایه و بستگی به خودتون داره. چند بار که این ترشی رو تهیه کنید دستتون میاد که به چه صورت میپسندینش. در نهایت برای 1 کیلو انگور من 500 گرم شکر استفاده کردم. نکته بعدی راجع به سرکه این ترشی است که کاملا شما میتونید از سرکه خالص استفاده بکنید و یا به نسبت مساوی با آب استفاده بکنید، که من نسبت مساوی با آب رو ترجیح میدم. از قبل گنجایش ظرفم رو اندازه گرفتم و به اندازه نصف ظرفم رو با آب پر میکنم. آب جوشیده ای که گذاشتم کنار و خنک شده و نیم دیگر رو هم سرکه میریزم، سرکه قرمز. این کار باعث میشه که ترشی موقعی که میخواید بخورید گلتون رو نزنه و یک طعم ملایمی داشته باشه. گنجایش ظرفتون باید طوری باشه که وقتی آب و سرکتون رو ریختین کاملا خوشه های انگور در اون غوطه ور بشه. حالا چند تا برگ مر رو روی ظرف ترشی قرار بدین و درش رو محکم ببندین. یک نکته که لازم میتونم بگم اینه که برای بستن در ترشیتون، اگر ظرفتون مثل من شیشه‌ای هست، نیازی به گذاشتن پلاستیک و بعد بستن در وجود نداره. اما اگر از ظروف پلاستیکی و دبه ها استفاده میکنین، حتما باید بعد از اینکه مراحل انجام دادین و برگ رو روش قرار دادین یک پلاستیک هم بذارید، بعد در رو روش قرار بدین و محکم ببندینش.
این ترشی رو به مدت 1 ماه در فضای آزاد و خنک نگهداری بکنید و بعد از اون میتونید نوش جان کنید. امیدوارم که این ترشی بسیار خوشمزه رو تهیه کنید و از طعم بی‌نظیرش کنار غذاهاتون لذت ببرید. همطور که میبینید این ترشی من بعد از 1 ماهه که کاملا آماده شده، برای استفاده فقط کافیه که همونطور که به خوشه هست جداش کنید و میل کنید که علاوه بر خوشمزگی به هضم غذا هم کمک بسیار زیادی میکنه. امیدوارم که این ویدیو هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و هم از این ترشی خوشمزه کنار غذاتون بتونین استفاده بکنید و هم نوشیدنیش رو که بهتون توصیه کرده بودم کنار غذاتون تهیه کنید و از خواصش بهره‌مند بشین. من امروز پیتزای تابه‌ای بدون فر رو درست کردم که آموزشش داخل پیجم هست، از صفر تا صدش، خمیرش و خلاصه هم به صورت بی کلام هم به صورت با کلام، زیرش کاملا طلایی شده همطور که میبینید. امیدوارم که از آموزش‌های پیج استفاده لازم رو ببرید. تا ویدیو دیگه در پناه خدا باشین.